مرگ پیامبر اعدام، بازوی خمینی برای غل و غم مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی. محمد محمدی نیک، معروف به محمدی ری شهری، با نام اصلی محمد درون پرور، پس از انقلاب 57 یکی از عناصر مهم اعدام‌های سیاسی با چراغ سبز رهبر وقت جمهوری اسلامی بود. کسی که در مهمترین تصمیم‌گیری‌های نظام نقشی کلیدی داشت. نام او با محاکمه عوامل کودتای نوژه گره خورده. زمانی که او حکم اعدام 121 نفر از دستگیر شدگان کودتایی را صادر کرد که اکثر اعضایش از افسران و درجه‌داران ارتش بودند. آنها 18 تیر سال 59 دستگیر شدند، زمانی که نقشه کودتا را آنطور که در روایت‌ها آمده یکی از اعضای حزب توده لو داد. ری شهری قاضی دادگاه صادق قطب‌زاده هم بود، از نزدیکترین حلقه یاران روح الله خمینی در پاریس که پاداش این نزدیکی را هم زود گرفت و اولین رئیس صدا و سیما پس از انقلاب شد. اون مدتی هم وزیر خارجه جمهوری اسلامی بود. 3 سال پس از انقلاب قطب‌زاده که منتقد خمینی شده بود به اتهام تلاش برای ترور او دستگیر، محاکمه و با حکم ری شهری اعدام شد. قطب‌زاده در اعتراف اجباری پای کاظم شریعت مداری از مراجع تقلید را هم وسط کشید. بین اینها باید گفتش که آقای شریعت مداری خب از همه شاخص‌تر در مخالفت، در این همه میدونن و تردید نیست. تا زمینه حذف او فراهم شود، شریعت مداری در سال 58 مخالفتش را با اصل ولایت فقیه اعلام کرد. آن موقع 10 نفر از طرفداران او در حزب جمهوری خلق مسلمان اعدام شدند. پس از اعترافات اجباری قطب‌زاده، جامعه مدرسین قم مرجعیت شریعت مداری را سلب کرد. کسی که در سال 42 با صدور حکم مرجعیت روح الله خمینی او را از اعدام رهانیده بود. محمدی ریشری در سال 62 محاکمه بخشی دیگر از حامیان انقلاب اسلامی سال 57 را بر عهده گرفت، تشکیلات نظامی مخفی و برخی سران حزب توده. چه ابتدا اگه شما تو تشکیلات مخفی نیستید خب اسمتون رو بدون. او تعدادی از فرماندهان ارتش را در این دادگاه به اتهام همکاری با سازمان جاسوسی اتحاد جماهیر شوروی سابق به اعدام محکوم کرد. حالا آخرین دفاع از خودتون هر چی دارید بفرمایید. سال 63 وزارت اطلاعات تشکیل و محمدی ری شهری اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی شد. او در این وزارتخانه پروژه حذف منتقدان خمینی را ادامه داد. همراهی با امام در اون شرایط کار ساده ای نبود. ری شهری میداندار اصلی برخورد با مهدی هاشمی، برادر داماد حسین علی منتظری، قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی بود. نکته جالبی فرمودن. امام فرمودن شما میگید یعنی مهدی هاشمی دستگیر نشه؟ سوال امام این بوده. میگن نه. امام فرمودن مهدی حتما باز دستگیر بشه. او برای حذف منتظری از صحنه قدرت عصای دست خامنه ای شد. واقعا هم امام هم بنده به عنوان یک خدمتگزار کوچک، واقعا من علاقه داشتم آقای منتظری در آینده رهبر کشور باشه. تا اونجا که دیگه قطع امید کردم که حالا میگم. ری شهری نقش پررنگی در اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال 67 داشت. نامه محرمانه او به خمینی درباره مجاهدین خلق بهانه اعدام مخالفان سیاسی حتی زندانیان چپ در زندان را فراهم کرد. مصطفی پور محمدی از طرف او و به عنوان نماینده وزارت اطلاعات در هیئت موسوم به مرگ عضویت داشت، هیئتی که مورد عتاب منتظری قرار گرفت. جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه، به دست شما انجام و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسند. با روی کار آمدن علی خامنه‌ای، او هم مثل دیگر نزدیکان خمینی در قوه قضاییه به تدریج کنار گذاشته شد. داماد علی مشکینی در حلقه نزدیک خامنه‌ای جای نگرفت، هرچند بارها تلاش کرد خودش را به او نزدیک کند. او که در دهه 60 در قتل عام مخالفان سیاسی نقشی پررنگ داشت، در پایان این دهه متولی حرم شاه عبدالعظیم شد و کار تشکیل یک کارتل بزرگ اقتصادی را آغاز کرد. او هلدینگ فواد ری را با اجازه مستقیم خامنه‌ای تأسیس کرد به بهانه تأمین مالی آستان شاه عبدالعظیم. کارتلی که گردانندگان اصلیش یا عضو هیئت دولت بودند یا از نزدیکان خامنه‌ای و در زمینه واردات خوراک دام و طیور، شمش آهن، تیر آهن و گوشت منجمد فعالیت می‌کرد.
این هلدینگ که از میانه دهه 70 امتیاز انحصاری واردات ماشین‌های BMW را هم از آن خود کرد، یکی از سهامداران اصلی بانک پارسیان هم بود. ری شهری در دهه 70 با تأسیس یک تشکل سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 نامزد شد، اما کمتر از 1,000,000 رأی آورد. شاید آخرین فعالیت سیاسی او راهیابی به مجلس خبرگان رهبری، آن هم با لیست اصلاح طلبان بود. و رقیب پیشین او محمد خاتمی با تکرار می کنم مشهورش موجبات حضور او را در این مجلس فراهم کرد. محمد محمدی ری شهری در کنار صادق خلخالی، اسدالله لاجوردی و محمدی گیلانی از قصابان مطرح دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی در دهه 60 بود. کسی که برای قلقم مخالفان و منتقدین خمینی به چیزی بیشتر از اشاره سر نیاز نداشت. کسی که در یک حکم تخصص داشت. اعدام. مشتبه پور محسن، لندن.